سلام، خسته نباشید خدمت شما. ولود شرایط خودمون به نسبت خوبه، تقریبا بدن عادت کرده، داریم خوب تمرین میکنیم، ولی هتل به نظرم اونقدر شرایط مناسبی نداره به نسبت هفته گذشته توی برزیل، هم از لحاظ اتاقی و هم از لحاظ غذایی. اونقدر غذاش خوب نیستش، ولی خب باید با شرایط کنار بریم. علاوه بر امکانات تمرینی خوبه، ولی از لحاظ امکانات اسکان اونقدر خوب نیستش. هنوز هم بعضی از بچه‌ها هنوز توی جتک هستن، ولی خب به نسبت به هر روز بهتر میشه. پیش بینی اینه که خب ما باید ببریم بازی و مطمئنم که میبریم، و اینکه توی این هفته گذشته خیلی خوب تمرین کردیم همه با هم دیگه و همه دست به دست هم گذاشتیم که هفته دوم خیلی خوب شد. دو تا بازیکنم به تیم اضافه شدن، هماهنگی اونا رو تو تمرینات توپی چطور دیدین؟ تقریبا دو جلسه با هم تمرین کردیم. روز دوم خیلی بهتر از اول بود و قطعا روز دوم بهتر میشه و کنار هم دیگه خیلی بهتر بازی. سلام عرض میکنم خدمت شما. خدا رو شکر تمرین خوبی رو پشت سر گذروندیم و یه تمرین خوب بدنسازی با مربیمون انجام دادیم که دو روز مونده به مسابقات آمادگیمون رو از دست ندیم و در بالاترین سطح آمادگی باشیم. درسته که من هفته دوم به تیم ملحق شدم، ولی قبل از اون در اردوها با بچه‌ها بودیم و به سطح آمادگی مطلوبی رسیده بودیم و این هفته هم که من ملحق شدم به بچه‌ها، دو سه جلسه تمرین رو پشت سر گذروندیم و با پسورا هماهنگ شدم و با تیم الان در شرایط مطلوبی قرار گرفتم از نظر هماهنگی. خب بالاخره هر چی باشه اون تیمایی که اینجا اسکان دارن شرایط واسه همه یکسانه و درسته کم و کاستیای هست، ولی به نظر من شرایط واسه همه یکسانه، یعنی یه جوریه که خب اگه واسه ما کم باشه واسه بقیه هم کمه. امیدوارم با تمام قوا بجنگیم و بهترین خودمون باشیم، بهترین عملکرد رو نشون بدیم و بتونیم دل مردم عزیز کشورمون رو شاد کنیم. بله درسته، خیلی انگیزه زیادی دارم و مهمتر از این دوست دارم که به تیم کمک کنم و به لحاظ تیمی بتونیم به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنیم.